گشودن رسمی دفتر طالبان در قطر، راهی برای رسیدن به طالبان یا دفتری برای رسمیت بخشیدن به طالبان. با آغاز امضا را در قطر فوراً مذاکره و تمام جریان پروسه صلح به کشور ما افغانستان انتقال کرد. بی‌اعتنایی و دیدار سرد اوباما و پوتین در برابر دوربین رسانه‌ها در نشست گروه هفت. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید. قرار است تا لحظات دیگر رسماً دفتری برای طالبان در قطر گشوده شود. رئیس جمهور کرزی امروز در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر گفت: امیدوارم که با باز شدن دفتر چه امروز یا فردا مذاکرات صلح بین شورای عالی صلح و طالبان هر چه زودتر آغاز شود. طالبان در خبرنامه‌ای گفتند که به 5 هدف دفتر قطر گشایش می‌یابد: زمینه گفتگو و بهتر نمودن روابط با کشورهای جهان، حمایت از یک راه حل سیاسی که در آن به اشغال افغانستان نقطه پایان گذاشته شود و یک نظام مستقل اسلامی برپا شود و آمدن امنیت واقعی، دیدار با افغانان به مقتضای زمان، تماس با سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و غیر حکومتی و سرانجام برای در اختیار گذاشتن بیانیه‌های سیاسی در مورد وضعیت جاری بر رسانه‌ها. همچنان طالبان از امیر قطر برای ایجاد این دفتر قدردانی نمودند. برای بحث بیشتر روی گشایش این دفتر، سید ساق گیلانی و دکتر عبدالقیوم سجادی نمایندگان مجلس با ما هستند. خیلی خوش آمدین. تشکر. فکر می‌کنین که این دفتر به سود کی تمام خواهد شد با توجه به این اعلامیه که طالبان فرستادن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که حکومت افغانستان و احزاب سیاسی افغانستان به کرات گفتن که ای باید از سفارت نباشه و ما طرفدار از این نیستیم که او سفارت باشه و خدای نخواسته برای افغانستان برای حکومت بدیل تلقی نشه، او را به صورت قطع قبول کرده نمیتونه. ولی قسمی که از این اعلامیشان معلوم میشه، اعلامیشان بسیار خوب است و از شیخ ما هم تشکر میکنیم، خلیفه آل ثانی، که زمینه را مساعد ساختن که افغان ها بین خود بشینن و صحبت کنن و بالاخره از این مشکلی که پیش رویشان است این مشکل حل بسازن. من فکر میکنم که این به فایده ملت افغانستان است که دو جنای درگیر با هم. ولی با توجه به این 5 موردی که حالا در ابتدا هم مخاندم، فکر نمیکنین که طالبان دارن به نحوی اونجا سفارت و یک دولت در تبعید برای خودشان ایجاد میکنن؟ من فکر میکنم که او را هیچ کس قبول کرده نخواهد تانست و حکومت افغانستان هم نباید او را به حیث سفارت قبول کنه، چون ما این 5 موردی که آمده از دید شما این چرا میرسانه؟ این فقط یک دفتر سیاسی را میرسانه و ملاقات های پیهم با افغان ها را که با شخصیت های مختلف اینا به تماس باشن، با شخصیت های مختلف اینا صحبت های خود داشته باشن و بالاخره زمینه را مساعد بسازن برای اینکه افغان ها یک راه حل برای آینده افغانستان پیدا کنه. همکنون شما بیننده تصاویر زنده از مراسم گشایش دفتری برای طالبان در قطر هستید. آقای سجادی، فکر میکنین این دفتر چه کار از پیش خواهد برد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شما بینندگان و آقای محترم، ببینید بحث ای است که آیا طالبان آمادگی برای مذاکره و گفتگو دارد یا ندارد. اگر آمادگی و اراده جدی برای گفتگو و مذاکره وجود داشته باشه، در او صورت گشایش دفتر قطر میتونه یک گام عملی برای حضور طالبان روی میز مذاکره باشه. ولی چیزی که تا هنوز شک و تردیدهای در موردش وجود داشت این بود که تاکنون علیرغم اصرار جامعه جهانی و حکومت افغانستان، ما هیچ سیگنال و علامت مثبت از جانب طالبان مشاهده نکردیم. حالا اینکه طالبان در قطر رفتن و عملا تا ساعات دیگر حضور پیدا خواهند کرد در برابر دوربین رسانه‌ها، فکر نمی‌کنید که طالبان به نحوی حاضر شدند؟ من فکر می‌کنم که هم بیانیه طالبان تا حدودی همطور که آقا سبب اشاره کردند و هم گشایش دفتر قطر به صورت رسمی نشان از ای داره که طالبان آمادگی داره رسما در پروسه سیاسی افغانستان حضور پیدا بکنه، چیزی که تا کنون
او را انکار میکردن و هیچ گونه اعلام آمادگی از او نداشتن. و ای از این منظر میتونه در واقع صرفاً به عنوان یک مکانی که یک آدرس مشخصی که تا کنون حکومت افغانستان یا جامعه جهانی برای گفتگو با طالبان با مشکلی پیدا کردن آدرس روبرو بودن، ای میتونه او مشکل برطرف بسازه و من بعد دیگر طالبان اگر صداقت و اراده جدی برای گفتگو داشته باشه کدام بهانه ای نخواهد داشت که ما یک آدرس مشخص که از طریق زو با دنیا دیدگاه های خود شریک کنیم با حکومت افغانستان وارد مذاکره شویم نداریم. ای مشکل برطرف میسازه. ولی تا اینجای کار به سود طالبان تمام میشه، چیزی که دولت افغانستان راضی نیست و به شدت شما امروز در سخنان رئیس جمهور مشهود بود که گفتن که پس از گشایش این دفتر باید همه این دفتر و مذاکره کننده ها بیایند در درون افغانستان. ببینید، تا زمانی که اختلافات اساسی موجود بین طالبان و حکومت افغانستان برطرف نشود، منطقی خواهد بود که یک محل سوم یا یک مکان دیگه ای را ما جستجو کنیم برای شنیدن دیدگاه های مخالف. من ای را یک قدم به پیش میدانم، اما مشروط به ای که از در طرف دیگر در پشت سر این حادثه یا این قضیه که اتفاق میفته گشایش دفتر قطر، اصلی احترام به قانون اساسی افغانستان مورد توجه قرار بگیرد. نشسته خبری زنده گشایش دفتر قطر، همکارم لطفالله نجفی زاده به شکل زنده بر شما ارائه میکنه. معاون وزیر خارجه قطر داره صحبت میکنه در دفتر طالبان در اونجا. قطر تلاش های خود را آغاز کرده تا مقامات مختلف را از ایالات متحده آمریکا و طالبان را گرد هم بیارن در دوحه تا با هم صحبت کنند و توافق صورت گرفته تا دفتر سیاسی را در دوحه گشایش بدن. ما اطمینان داریم که تلاش های وجود داره که و روند صلح در افغانستان پیشرفت های خواهد داشت و کمک های بشردوستانه هم جدا باشه از خشونت هایی که در اونجا صورت میگیره. این دفتر هیچگاه مخالف قوانین بین المللی نخواهد بود و تعهداتی در این رابطه وجود دارد. قطر اعتماد دارد که گفتگوها و مصالحه تنها راه حل برای آوردن صلح در افغانستان است و برای آوردن صلح برای مردم برادر ما در افغانستان. تشکر از شما. به نام خدا. آیه ای از قرآن مجید است که میگه خداوند کسانی را کمک میکنه که میخواهند به انسان و انسانیت کمک کنند. اعلامیه طالبان را میخوانه در رابطه با گشایش دفتر طالبان در قطر. به همگی معلوم است که به خاطر پایان اشغال در افغانستان ما می خواهیم که The reconstruction of Afghanistan. We have political and military targets and goals in Afghanistan. We cannot harm any country inside its territories. And we cannot accept that any country will do anything to hurt any other country from inside Afghanistan. We need to have good relations with the whole world. The
And we consider the conflict and the struggle for getting rid of occupation in Afghanistan as a legal option for us, for Taliban, he means. We also consider this as a legal option for the Taliban and for the people of Afghanistan and for all peoples who are struggling to get rid of occupation. The Islamic Emirate of Afghanistan is quite happy to have a political bureau in Doha for the following reasons: for establishing good relations with the entire world and to support a political solution that will lead to the establishment of a just government for the people of Afghanistan. Then we aim at establishing relations and holding meetings with those concerned and to have contacts with the international organizations, whether governmental or non-governmental. We have to have contacts with the international media. And we thank very much the state of Qatar and the Emir of Qatar for this political bureau and for facilitating all the procedures in order to have this bureau, the Islamic Emirate of Afghanistan. In the name of Allah Almighty, the Most Merciful. Statement concerning the opening of the political office of the Islamic Emirate in Qatar. بیانیه طالبان در رابطه با گشایش دفتر امارات اسلامی طالبان در دوحه. Has been waging jihad and striving to put an end to the occupation and form an independent Islamic system. طالبان to reach this goal, it has utilized به خاطر پایان دادن اشغال در افغانستان تا حال ادامه داشته و طالبان تلاش دارند تا از رای صلح و گفتگو و مصالحه به این اشغال پایان بده. امارات اسلامی نمیخواهد که به کشورهای دیگر صدمه برسانه از خاک خودش و هیچ گاهی نمیخواهد به کشورهای دیگه تهدیدی باشه. The Islamic Emirate of Afghanistan wants good relations. امارات اسلامی افغانستان میخواهد تماس خوبی با تمام کشورهای جهان به ویژه با کشورهای منطقه باشه و میخواهد که عدالت و امنیت به سطح دنیا تامین باشه. Consider its religious and national duty to gain امارات اسلامی from the occupation and for that purpose تلاش داره تا استقلال و حاکمیتش را به دست بیاره. Similarly, همچنان در سطح جهان امارات اسلامی میخواهد که تلاشش را ادامه بده و تا به دست خواستای مشروعش دست یابد، زیرا مردم حقی را دارند که کشورشان را از قلمرو دیگران بیرون کنند. به خاطر انجام این سیاست و پالیسی امارات اسلامی باور دارد تا در کشور اسلامی قطر این دفتر را باز کند تا به این اهداف دست یابد. یک، understanding تا به یک with countries of the world for the purpose تا گفتگوهای صلح را با کشورهای مختلف و تقویت روابط با کشورهای مختلف ایجاد کند. دو،
از گفتگوهای صلح به خاطر پایان اشغال در افغانستان ادامه دهد و به خاطر ایجاد یک کشور اسلامی در افغانستان ادامه بده. 3. این دفتر به خاطر انجام جلسات با افغان‌ها باشد. 4. تا با تماس با کشورهای با سازمان ملل ایجاد شود و سازمان‌های دیگر غیر دولتی. 5. تا بتواند برای رسانه‌ها از پیشرفتی این گفتگوها معلومات بده. باید بگویم که از دفتر از امیر قطر سپاسگزاری کنیم به خاطر موافقتش برای باز شدن این دفتر در قطر و به خاطر تسهیلاتی که در این رابطه بر ما فراهم کرده. امارات اسلامی افغانستان. معاون وزیر خارجه قطر با دو نماینده از طالبان در قطر را به شکل زنده می دیدین که یک مقام قطری و دو نماینده طالبان فایشان را گفتند. شما شنیدین آقای گیلانی همین پنج موردی که حالا در خبرنامه طالبان آمده بود تأکید نماینده های طالبان از جمله محمد نعیم هم همین بود. بله من بسیار تعجب نکردم ولی به یک چیز بسیار تعجب کردم که دو بار رئیس جمهور ما و چند بار هم وزیر خارجه ما سفر کردند و با آل اونا به حیث نمایندای امارات اسلامی صحبت میکردن نه به حیث تحریک طالبا که این خطرناک است. آل دیگه او دفتر سیاسی نیست بلکه یک سفارت است و این را باید است که حکومت افغانستان قدم های هوشیارانه برداره و کوشش کنه که امرای قطر را به این قانع بسازه که دوگانگی در بین ملت افغانستان و با پشت سرشان هم که نوشته هست به امارت اسلامی افغانستان. ظاهراً طرف طالبان در آنچه که این دو نماینده گفتند و در خبرنامه آمده مقامات قطری و جامعه جهانی است نه دولت افغانستان. با این حساب دولت افغانستان چه کاری کرده؟ میتونه چه از دست رئیس جمهور حالا برخواد؟ من بسیار متاسف هستم. حالا دیده نشد که مقامات افغان هم اینجا حضور داشته باشند. من بسیار متاسف هستم و متاسف ما به می است که رئیس جمهور خودش به قطر میره بدون از اینکه هیئت روان کنه و دو بار صحبت میکنه در اونجا و امروز امی کار از دست حکومت افغانستان برآمد و واقعا جامعه جهانی است که طرف است امرای طالبا و امرای زونا صحبت میکنن. اگر ما به این اعلامیه ببینیم و این محبت طالبا را نشان خواهد داد بر مردم افغانستان که دعوت کنن و امرایشان صحبت کنن به حیث تحریک طالبا و اگر به حیث نماینده های امارت اسلامی صحبت کنن ما فکر میکنم که ملت افغانستان با یک چالش بسیار شدید روبرو خواهد شد که گران خواهد باشه برای افغانستان و برای آینده افغانستان. آقای سجادی شما موافق هستین که تریبیونی بود حالا برای نماینده های طالبان همین نشست خبری و گشایش دفتر؟ ببین صحبت های قبلی ما با شما می بود که اگر طالبان به ایمان یک گروه سیاسی که تا حالا می جنگیدن با افغانستان یا حکومت افغانستان و جامعه جهانی حالا یا با شعار مقابله با اشغال یا با جهاد یا هر چیزی که بود اگر از آدرس یک گروه سیاسی این دفتر باز می شود من فکر می کنم که یک قدمی به پیش بود برای دو دلیل. یک گروهی که تا کنون هیچ گونه مسئولیت پذیری در قبال قوانین بین المللی نداشتند رسما با افتتاح یک دفتر رسمی متعهد و مسئولیت پذیر می شود در قبال رفتارهایی که انجام می داد و این کمک می کرد برای افغانستان. دو میتونست یک آدرس سیاسی شود برای پر کردن اونمو خلا نبود آدرس سیاسی برای انجام گفتگوها. اما همطور که آسف اشاره کردن تاسف در اینجاست که آنچه که اعلام می شود از آدرس یک عنوان است که یک چالش جدی را برای حکومت افغانستان ایجاد میکنه. ما بس از گفتگو و مذاکره وقتی که مطرح میکنیم به یاد داشته باشیم که بر مبنای نظام سیاسی موجود و قانون اساسی موجود صحبت میکنیم.
و چیزی به نام امارت اسلامی که از او سخن گفته شد در اینجا به چالش کشیدن تمام این مسائل میتونه باشه. هم نظام سیاسی موجوده به چالش میکشه و هم قانون اساسی موجوده و هم ببخشید آنچه را که جامعه جهانی به عنوان دستاوردهای 10 سال یا 11 سال حضور خود در افغانستان از اونها سخن میگفتند. حالا جای خالی دولت افغانستان شورای عالی صلح در این نشست برای شما سوال برانگیز نیست؟ من فکر میکنم که بسیار روشن هست. ابتکار عمل دست غربی ها و جامعه جهانی است بیشتر. یک دو، متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای غربی از شعارهای قبلی خود که دموکراسی سازی در افغانستان بود عبور کردند. فعلا دیگه این شعار نمیتونه با این فاز جدیدی که اونا باز کردن زیاد جدی و مطرح باشه، برای اینکه تغییر در ماهیت ایدئولوژیک طالبان هم به وجود نیامده، حتی در برخی از شعارها و عناوینشان تغییر به وجود نیامده، با آدرس کنها اعلام کردن. آقای گیلانی، وضعیت را شما چگونه میبینین؟ این آیا یک دولت در تبعید برای طالبان تشکیل شد و پس از این گروه هر روز قوت خواهند گرفت؟ از اعلامی همینطور معلوم میشه، اگرچه که معین وزارت خارجه قطر میگه که برخلاف قوانین جهانی نیست، ولی یک حکومت در تبعید و یک حکومت در کابل، من فکر میکنم که برخلاف قوانین بین المللی است که جامعه جهانی در اینجا اشتراک داره و او در به پشتیبانی جامعه جهانی اعلان جهاد خود میکنه که در افغانستان جهاد روان بود و طالبان جهاد میکردن و اینجا ملت افغانستان و حکومت افغانستان مخالف جهاد است، میگن که نه، اینا به فیصله های ملل متحد قوت های خارجی اینجا آمدن و تا 2014 را میرن از افغانستان. این تمام صحبت هایی است که من فکر میکنم که همه را به یک مشکل روبرو خواهد کرد. شما از برادر عزیزم آقای سجادی راجع به شورای صلح پرسان کردین. من میگم خداوند شورای صلح را مغفرت کنه، دیگه او وجود نداره. ما از رئیس جمهور خواهش میکنم که در صبح امروز رئیس جمهور گفتن که با باز شدن این دفتر امروز یا فردا مذاکرات صلح بین شورای عالی صلح و طالبان هر چه زودتر آغاز شود. به صورت قطع من فکر میکنم اگر امروز حضور شورای صلح در می گشایش از این دفتر می بود و همچنان در پرس کانفرانس اونا هم یک نفرشان اشتراک میکرد و صحبت میکردن، ما قبول میکردیم که واقعا این دو صحبت به خاطر صلح هست و یک جانبه نیست. حالا ما میبینیم که یک جانبه هست، طرف طالبان هست و حکومت افغانستان شدید زیر فشار سیاسی است و از این خجالت هیچ وقت خلاص کردن. رئیس جمهور گفتن که دست های پنهانی در کار است که روند صلح را به ناکامی بکشانه و در این روند دست میزنن و هشدار داده که افشاگری خواهد کرد. آیا چیزی از دست رئیس جمهور برخواهد آمد؟ ببینید، نمی لافای کتیر ما همیش میزنیم که ما افشاگری میکنیم. چی رفشا میکنن؟ اگر شورای صلح ترکیبش درست می بود و چهره های می بودن که طالبا به او قناعت میکردن و امرایشان صحبت میکرد، من فکر میکردم که امروز ما این مشکل نمی داشت. سپاسگزارم. و به عنوان جنبندی جناب سجادی، فکر میکنین که به کجا خواهد انجامید این گشایش این دفتر؟ من فکر میکنم پروسه صلح افغانستان فعلا در گرداب یک بازی منطقه‌ای و بین المللی افتاده. ابتکار عمل از دست آقای کرزی و حکومت افغانستان خارج است. ابتکار عمل فعلا دست آمریکا و انگلیس و پاکستان است. و حالا طالبان که و من فکر میکنم که اونا تانستن طالبان رو به اینجا بکشانن و اونا در واقع این طالبان برای خود یک امتیاز میدانه که عنوان امارت اسلامی رو برایش یک دفتر رسمی در اختیارشون قرار داده و این توجیهی هم که همونطور که آقا صاحب اشاره کردن که گفتن مخالف قوانین بین المللی نیست، کاملا مخالف قوانین بین المللی است. به لحاظ قوانین بین المللی یک دولت نمیتونه دو حکومت رو مورد شناسایی رسمی قرار بده. شناسایی یک امر در حقوق بین الملل که مربوط به یک دولت میشه. اگر قطر و جامعه جهانی حکومت افغانستان رو به رسمیت میشناسند، دیگه چیزی به نام امارت اسلامی رسمیت نخواهد داشت. پس بسیار معجب بود که اگر صادقانه بحث صلح افغانستان و مذاکره صلح می بود، باید با اشتراک جانب افغانستان و تحت عنوان یک حزب سیاسی یا یک گروه سیاسی یا یک حرکت سیاسی به نام طالبان این دفتر بازگشایی میشد، نه امارت اسلامی افغانستان. دکتر عبدالقیوم سجادی و سید اسحاق گیلانی از نمایندگان مجلس، ممنون از حضور شما. و رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه نتوانستند در نشست 8 کشور صنعتی در مقابل دوربین ها دلخوری هایشان را فراموش کنند و بی اعتنایی های این دو رئیس جمهور در این نشست به سوژه خوبی برای رسانه ها مبدل شد.
روزنامه دیلی میل نوشته در جریان دیدار دو جانبه میان رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا، اوباما که هیچگاه نسبت به همتایان خود بی‌اعتنایی نمی‌کرد، با پوتین لبخندی نزد و با سردی با وی روبرو شد و برخورد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صندلی خود را از ولادیمیر پوتین همتای روسش دور کرد و پوتین هنگام صحبت اوباما دستانش را با بی‌حوصلگی تکان می‌داد و پاهایش را بر روی زمین می‌زد. این رفتار سرد و بی‌اعتنایی میان اوباما و پوتین پس از گفتگوهای جدی دو طرف در خصوص سوریه به وجود آمد. تصاویر این دیدار اوباما و پوتین نشان می‌دهد که همزمان با آغاز سخن گفتن پوتین، اوباما به دوردست خیره می‌شود و چندین بار چشمانش را بسته و اصلاً به پوتین چشم در چشم نشده است. پوتین نیز روش مشابهی به کار گرفته و در حالی که همتای آمریکایی‌اش شروع به صحبت می‌کرده، به نقطه دیگری خیره شده و توجه به وی نداشته است. و سپاسگزارم از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدارتان.